سلام امیدوارم حالتون خوب باشه توی این جلسه میخوایم با مفهوم ورودی دیجیتال آردوینو آشنا بشیم فرقی که بین ورودی دیجیتال و خروجی دیجیتال آردوینو هست اینه که موقعی که ما میخوایم یک الیدی رو روشن و خاموش کنیم یعنی جوری برنامه نویسیش کنیم که روشن و خاموش بشه فقط به بلوک های دستوری نیاز داریم یعنی توی پیکتوبلاکس یک بلوک دستوری میذاریم میگیم این الیدی روشن شود یا خاموش شود در صورتی موقعی که که میخوایم از ورودی دیجیتال به یک وسیله دستور بدیم باید از بلوک های شرطی استفاده کنیم یعنی بگیم اگر این اتفاق افتاد LED روشن بشه یا آرمیچر روشن بشه پس اینجا مفهوم شرط یا ایف یا بلوک مثلا ایف الس وارد برنامه نویسی آردوینو میشه پس خیلی خوب باید این جلسه رو ببینید خیلی خوب باید مفاهیم بلوک های شرطی اسکرش رو توی دوره مقدماتی اسکرچ دیده باشید و اون رو خوب درک کرده باشید تا بتونیم از این جلسه یک جورای شرط رو هم وارد برنامه نویسی آردوینو می کنیم توی این جلسه دو تا دکمه پوش یا دکمه فشاری رو هم کود نویسی میکنیم به عنوان ورودی دیجیتال تا بتونن الیدی ها یا آرمیچر ها رو روشن و خاموش کنن لطفا این جلسه رو با دقت ببینید خب تو جلسه های قبل با مفهوم خروجی دیجیتال توی برد آردوینو آشنا شدیم یاد گرفتیم که این پین های آردوینو میتونن به صورت دیجیتال یا صفر و یک برنامه نویسی بشن بعدش گفتیم که دیجیتال توی آردوینو یعنی پنج ولت صفر 5 صفر 5 پنج, پنج ولت یعنی انگار لامپ روشن معادل یک و صفر هم که یعنی خاموش پس صفر ولت و 5 ولت میشن معادل 0 و یک توی آردوینو یا خروجی دیجیتال بعد اومدیم یک LED رو کد نویسی کردیم گفتیم که پایه شماره 13 ببین پایه شماره 13 های بشه یعنی یک بشه و بعدش یک ثانیه مکس صفر بشه یعنی لو بشه خاموش بشه حالا اینجا با یک مولتیمت میتونیم ولتاج خروجی آردوینو رو بسنجیم میبینید 4.8 هم صفر 8 هم صفر. پس این میشه مفهوم خروجی دیجیتال توی آردوینو حالا اگر بخوایم به آردوینو ورودی دیجیتال بدیم باید چیکار کنیم ببین برای ورودی دیجیتال خیلی دقت کنیم باید از یک دکمه استفاده کنیم مثلا پوش باتن پوش باتن این قسمتش گفته که ترمینال 1 آ ترمینال 2 آ یعنی ما فعلا از این بخش آ اگر بخوایم استفاده کنیم باید 5 ولت بدیم دیگه باید به آردوینو 5 ولت بدیم به عنوان ورودی دیجیتال پس اینجا من رنگ رو میذارم قرمز از این 5 ولت اینجوری میارم و میزنمش به اینجا درسته بعد خروجی این رو مثلا به یکی از این پایه های آردوینو میخوام وصل کنم با رنگ سبز بس میکنم اینجا میام از ترمینال شماره 2A میزنمش به مثلا پایه شماره دو آردوینو خب و دقیقا رو هم اینجا بس کنیم دیگه ببینید دقیقا مولتیمتر رو هم بس میکنم اینجا حالا موقعی که استارت سیمولیشن رو میزنیم اینجا ببینید 49 میلی ولت دقت می‌کنید یعنی ولتاژش صفر نیست با اینکه من دکمه رو فشار ندادم و ببینید دکمه رو که فشار میدم میشه 5 ولت یعنی ما انگار داریم ورودی دیجیتال میدیم به آردوینو ولی موقعی که این دکمه رو رها میکنم یک خطایی داریم یعنی نمیتونه درست تشخیص بده میدونید دلتش چیه؟ علتش اینه که ما توی الکترونیک اختلاف پتانسیل معنی میده ما وقتی که اینجا 5 ولت داریم خب باید به آردوینو بگیم که این 5 ولت به نسبت مثلا گراوند یا زمین محاسبه بشه برای چنین کاری باید حتما یک مقاومت بذاریم سر راش از این بخش خروجیش از این بخش خروجی یک مقامت میذارم سر راش و این رو با رنگ مشکی وصل میکنم به گراوند و استارت سیمولیشن رو میزنم ببین حالا درست شد شد صفر ولت حالا من وقتی که اینو فشار میدم میشه پنج ولت انگار ما داریم ورودی دیجیتال میدیم به آردوینو صفر پنج حالا برای اینکه آردوینو با این ورودی دیج دیجیتال یک کاری انجام بده توی بخش کد خب دیگه نمیتونیم به آردوینو دستور بدیم شبیه خروجی دیجیتال بود که ما از این پین استفاده میکردیم خروجی دیجیتال بود خب دستور میدادیم ولی توی ورودی نمیشه به آردوینو دستور داد باید شرط بذاریم باید بگیم اگر مثلا ورودی دیجیتال رو گرفتی این کارو بکن یعنی نیاز به یک بلوکی داریم که یک بلوک دستوری توش قرار میگیره که این مفهوم شرط هست در دنیای برنامه نویسی پس من اینا رو میتونم بذارمشون کنار از یک شرط استفاده کنم اگر این اگر رو میندازیم توی لوپ فورور یا برای همیشه حالا جلوش یک شکل بولین داریم عبارتهای منطقی شکل شیستلی داشتن میخوایم بگیم که اگر ورودیت برابر یک بود یه کاری رو انجام بده ورودی چه پایه شماره دو پس باید بیام توی بلوک های عملگر از این بلوک استفاده میکنم میبینید عبارت منطقیه میذارمش اینجا وسطش رو کلیک میکنم میکنمش مساوی میگم پایه شماره دو ببین پایه شماره دو اگر مساوی با یک شد یه کاری رو انجام بده اگر مساوی یک شد یه کاری انجام بده چجوری بهش بگیم که پای شماره دو توی بخش اینپوت به اینجا گفته بخون دیجیتال پین شماره مثلا جلوش انتخاب میکنیم پس اینو من برمیدارم میذارمش اینجا بعد انتخابش میکنیم و میگیم پایه شماره دو بعد میگیم که اگر پین شماره دو برابر یک شد یعنی پنج ولت رو دریافت کرد پین شماره سیزده رو های کن میبینید شرط گذاشتیم حالا این بلوک دستوری میاد تو دل شرط قرار میگیره درست شد حالا الان میبینید اینجا الان ما وقتی که این کلید رو فشار بدیم این الیدی روشن میشه ببینید روشن شد درسته پس اینجوری با این بلوک میتونیم ورودی دیجیتال آردوینو رو بخونیم اما یه نکته مهم اینجا وجود داره ببین یک اشتباه عجیبی اینجا تینکرکت کرده اونم اینه که شکل این بلوک رو به صورت بیزی گذاشته در صورتی که ما توی دوره برنامه نویسی اسکرش یاد گرفتیم که هر متغیری که توش فقط صفر و یک باشه یا دیجیتال باشه بهش گفته میشه بولیان. و همه بولیان ها تو این شکلن یک شیش سلی هستن متغیرهایی که عددهای مختلف قرار میگیره توشون به صورت بیزی هستن یعنی مثلا پیکتو بلاکس رو من به شما نشون بدم ببینید اینجا برد آردوینو رو که انتخاب کنم حالا کانکت رو که بزنیم اینجا این بلوک دیجیتال پین رو ببین کاملا درست آورده گذاشته توی یک بلوک شیسلی در صورتی که تینکر کرد اومده متاسفانه قرارش داده توی بلوک بیزی شکل که کاملا اشتباه من حتی یک ایمیل هم برای تینکرکت زدم نمیدونم اینو درستش کنن یا یعنی ببین این ایمیلی هست که من به تینکرکت زدم شاید در آینده درستش کنن گفتم که از نظر شکل باید حتما این بلوک خب شیش زلی باشه چون صفر و یکه محتویاتش فقط میتونه صفر و یک باشه درست شد پس این نکته رو خیلی بهش دقت کنید تفاوتش با پیکتو بلاکس هست این کاملا درست چون همیشه دیجیتال پینی که میخواد خونده بشه یا صفره یا یک حالا با هر لیستی و شکلش باید شیش سلی باشه حالا برگردیم به تینکرکت اینجا وقتی که استارت سیمولیشن رو میزنیم این دکمه ها رو که من فشار میدم خب این لامپ روشن میشه و روشن میمونه در صورتی که ما باید کد نویسیمون رو طوری تغییر بدیم بگیم که تا زمانی که دستمون روی این هست این LED روشن باشه وقتی که دستمون رو برداشتیم خاموش بشه برای چنین کاری توی کد نویسی یک شرط کاملی وجود داره به اسم ایف else میبینید ما الان اینجا فقط از ایف استفاده کردیم حالا میخوایم از ایف الس استفاده کنیم این شرط دیجیتال پین شماره دو مساوی با یک رو میندازم داخلش اینو برش میداریم میگیم پین شماره 13 های باشه اگر مساوی با یک نبود مساوی با صفر دیگه پس پین شماره 13 لو باشه یعنی خاموش بشه دقت میکنید پس الان استارت سیمولیشن رو که بزنم اینجوری روی این که کلیک میکنم وقتی که دستمو برمیدارم خاموش میشه میبینید کامل داره درست کار میکنه پس دو تا بلوک خیلی مهم یکی بلوک ایف و یکی بلوک ایف, ایف هر دوتاشون یک بولیان از ما میگیرن یه بولیان شیسلی میگیرن که این مربوط به شرط هست یعنی میگیم اگر این اتفاق افتاد بلوک های داخلش اجرا بشه اینجا میگیم در غیر این صورت اینا اجرا بشه حالا برای اینکه این مفهوم شرط رو خیلی بهتر متوجه بشید میتونید به اون جلسه بلوک های شرطی توی اسکرش هم مراجعه کنید اونجا بیشتر اینا رو توضیح دادم و حالا میتونیم مثلا وسایل دیگه هم استفاده کنیم دیگه مثلا من اینو پاکش میکنم خب میخوام یه موتور دیسی هم بذارم یک بار دیگه این مراحل رو که من انجام بدم شما دیگه دقیق متوجه میشه این موتور دیسی خب اینجا ترمینال یک و دو داره پس هیچ فرقی نمیکنه که کدوم به گراوند بزنیم من ترمینال یکش رو میزنم به گراوند ترمینال دوش رو میزنیم مثلا به پایه شماره چهار رنگش هم تغییر میدم رنگش رو میکنم مثلا به نفش خب حالا یه پوش باتن دیگه میخوایم پس پوش باتن میارم میزنمش اینجا از پنج ولت باید بگیریم از پنج ولت آردوینو پس اینجا میام و میزنمش به 5 ولت بعد اینجا یه مقاومت باید بذاریم از نظر اوه خیلی مقاومت فرق نمیکنه دیگه حالا مقاومت الان یک کیلو اوه خوبه یعنی هزار اوه بعد با سیم مشکی هم وصلش میکنم به گرم الان این بخش خروجیش رو مثلا میتونیم با سیم زرد وصل کنیم به پایه شماره سه یا پایه مثلا شماره 6 اینا همه دیجیتال میتونن باشن دیگه پس فرقی نمیکنه الان من زدمش به پایه شماره سه حالا توی کد نویسیش الان شما خوب فکر کنید ببینید چه جوری میتونیم اینو کد کنیم دقیقا شبیه همین کد نویسی LED باید عمل کنیم اینجا میگیم اگر از این بلوک های ریاضی مس استفاده میکنم این شرط این بولیان رو میذارم داخلش مساوی چی مساوی باشه ورودی دیجیتال پین شماره 3 پس اینجا انتخابش میکنم سه میگم اگر برابر یک شد پین شماره چهار رو های کن پین شماره چهار رو های کن در غیر این صورت یعنی زمانی که دستمون رو از روی برداشتیم این خاموش کنه پس پین شماره چهار رو لو کن می کنید پس این کود نویسیمون شد برای دو تا پوش باتن استار سیمولیشن رو بزنم این برای الیدی هست میبینید این برای الیدی این یکی برای موتور DC و کامل داره درست کار میکنه میبینید موقعی که من دستم روی این پوش باتن هست این, این موتور دیسی میچرخه این یکی هم که گذاشتیم برای الیدی پس دو تا پوش باتن استفاده کردیم و موتور دیسی و الیدی و تونستیم ورودی و خروجی دیجیتال آردوینو رو با هم تمرین کنیم ورودی دیجیتال یعنی صفر یک خروجی دیجیتال یعنی صفر یک یکمون معادل 5 ولت حالا اگر خواستید خیلی دقیق تر مفهوم ولت و جریان و مقاومت و این چیزها رو بسنجید که باید چند جلسه اول دوره مبانی الکترونیک ایران استیم رو ببینید اونجا خیلی دقیق و کامل توضیح دادم که ولتاژ چیه جریان چیه خیلی کمکتون میکنه که آردوینو رو بهتر درک کنید حالا بریم سراغ پیکتوبلاکس خب همینطور که تو تصویر میبینید این کیت آموزش آردوینو سایت ایران استیم هست اگر شما خواستید میتونید این کیت رو از سایت ایران استیم تهیه کنید و این جلسه ها رو به صورت عملی رو این کیت انجام بدید الان ما دو تا پوش اینجا داریم خب که سه تا پین دارن هر کدومشون ولتاژ مثبت اس که به معنی سیگنال هست و گراوند یا منفی خب که نکته مهمش اینه که گراوندش با یک مقاومت به سیگنال وصله ببینید این دوتا به هم وصلن دیگه این قسمت پوش باطن. و ما اومدیم این گراوند رو با یک مقاومت به سیگنال وصل کردیم حالا برای سیمکشیش ما نیاز داریم که یک مثبت 5 ولت رو به این پوش باطن بزنیم پس مثبت 5 ولت وصل میشه به وی مثبت بعد باید منفیش رو هم وصل کنیم پس منفی رو هم وصل میکنم اینجا باید خیلی دقت کنید این سیم ها رو کاملا درست انجام بدید بعد سیگنالش رو باید به عنوان ورودی دیجیتال بزنیم به آردوینو حالا کل این پین هایی که اینجا میبینید میتونن هم ورودی دیجیتال باشن هم خروجی دیجیتال پس هیچ فرقی نمیکنه که به کدومشون بزنیم این اس رو من میزنمش مثلا به پایه شماره دو پایه شماره دو آردوینو حالا از طریق پایه دو این سیگنال رو آردوینو دریافت میکنه و از طریق مثلا پایه شماره هفت دستوری که میخوایم رو به الیدی قرمز میدیم الیدی قرمز رنگ اینجا بس شد الیدیمون نیاز به یک کاتوت هم داره دیگه پس این رو میزنم به GND یا زمین درست شد. پس الان ببینید ما اینجا از نظر سیم کشی اومدیم مثبت 5 بولت رو دادیم به کوشباتتن سیگنالش رو گرفتیم زدیم به آردوینو پایه شماره دو از پایه شماره هفت به عنوان خروجی دیجیتال گرفتیم و زدیمش به LED قرمز یعنی اینجا شده پایه شماره دو نقشه ورودی دیجیتال رو برامون داره و پایه شماره هفت نقش خروجی دیجیتال حالا بریم کدش رو توی پیکتو بلوکس بنویسیم اینجا توی پیکتو بلوکس باید اول برد آردوینو رو انتخاب کنیم بعد اون یو اس که کیتمون بهش وصله رو انتخاب کنیم الان یو اس پی چهار من وضع شده پس کانکت رو میزنم و بعد میذارمش روی آپلود تا بتونم کد های آردوینو رو بنویسم اولین بلوکی که لازم داریم بلوک شروع آردوینو هست دقت میکنید این بلوک شروع آردوینوه پس این رو میذاریم توی صفحه و بعد نیاز داریم که لوپمون رو بسازیم لوپ به معنی این که مثلا همه بلوک هایی که میخوایم داخل آردوینو بذاریم بارها و بارها تکرار بشن پس توی بخش کنترل یک بلوک فوروریا برای همیشه میذارم اینجا حالا برای همیشه چیکار کنه؟ برای همیشه میخواد وضعیت پین شماره هفت رو پین شماره دو رو به عنوان ورودی چک کنه دونید پین شماره دو شکلش هم که دقیقا درسته دیگه شکل بولینه این یا صفر یا یک یا تروه یا فالس بقید میکنید حالا برای اینکه این رو وارد برنامه نویسی میکنیم نیاز به شرط داریم اینجا پس از یک ایف استفاده میکنم میگم اگر وضعیت پین شماره دو به عنوان ورودی دیجیتال برابر یک بود این رو میذارم داخلش میگم اگر برابر یک بود چکار کنه؟ بیاد و یک دستور به آردوینو بده پین شماره مثلا هفت رو های کنه روشن کنه دقت میکنید اینجا ورودی دیجیتال رو میخونه اینجا دستور میده به پایه شماره هفت به صورت دیجیتال حالا کدام رو آپلود میکنم خب پیغام موفقیت آمیز بودن آپلود رو دیدیم حالا این دکمه رو وقتی که من فشار میدم میبینید LED روشن میشه LED مون روشن میشه دقت حالا خاموش نمیشه دیگه چون کد نویسیمون گفتم ما باید شرطمون رو کامل تر کنیم بگیم اگر این برابر صفر بود چه اتفاقی بیفته الان ما یه بار پیغام دادیم و این روشن شد پس توی پیکتو بلاکس دقت کنید این ایف رو بر میدارم و از یک شرط کاملتر استفاده میکنم به اسم ایف ایلس اگر در غیر این صورت اینجا میگم اگر وضعیت دیجیتال پین شماره دو رو خوندی و برابر یک بود بیا پین شماره هفت رو روشن کن های کن پنج ولت بده در غیر این صورت یعنی زمانی که دستمون از روی این دکمه برداشتیم و این شده صفر پین شماره هفت رو خاموش کنه پین شماره هفت رو خاموش کنه ببینید پین شماره هفت خاموش حالا آپلود کد رو میزنم بریم سراغ کیت حالا موقعی که این دکمه رو من فشار میدم روشن میشه و به محض اینکه دستمو برمیدارم خاموش میشه یعنی روشن میشه خاموش میشه حالا اینجا میتونیم یک تستی هم انجام بدیم ببینید نقش مثلا این مقاومت رو میخوام به شما نشون بدم من اگه اینو برش دارم ببینید اینو برش میدارم همیشه روشنه و وقتی که این دکمه رو فشار میدم یه مقدار روشناییش بیشتر میشه یعنی نشون میده که یه ولتاژی رو داره اینجا میده ولی وقتی من دستمو میذارم 5 ولت میشه این نشون میده که نمیتونه تشخیص بده که آردوینو بدون این منفی و بدون این مقامته نمیتونه تشخیص بده که این ولتاژش به چه صورت در میاد ما حتما باید این منفی رو وصل کنیم تا آردوینو 5 ولت ورودیش رو نسبت به این منفی بسنجه وقتی که این نباشه این نمیتونه تشخیص بده که 5 ولت از نظر ورودی به چه صورت هست درست شد حالا اینجوری من اینو میتونم روشن و رو خاموشش کنم حالا دقیقا همین پوشپاتن بغلیش رو هم میتونیم مثلا این آرمیچره رو باش روشن کنیم پس از سیگنالش از پین سیگنال ما باید همیشه سیگنال رو بزنیم به آردوینو مثلا میزنمش به شماره هشت میزنمش به پین ورودی هشت آردوینو بعد نیاز به مثبت منفی هم داریم مثبتش رو میزنیم به 5 ولت منفیش رو هم که میزنیم به GND. سیمکشیارم سیم هم که خیلی دقیق انجام میدید و اینا که با هم اشتباه هم میبینید کامل درسته حالا این پوشباتن باتن دوم رو هم میخوام باهاش این آرمیچره رو روشن کنم پس این هم نیاز به یک دستور داره از طرف آردوینو تی دوش رو یا ترمینال شماره دوش رو میزنم به منفی و ترمینال یکش رو میخوام استفاده کنم به عنوان خروجی دیجیتال پس هیچ فرقی نمیکنه که به کدوم یکی از این پین ها بزنم مثلا من میخوام وصلش کنم به پای شماره 6 پس یادم میمونه که 6 توی برنامه نویسیم باید خروجی دیجیتال باشه 8 ورودی دیجیتال باشه پس این سراغ پیکتو بلاکس دقیقا از این بلوک شرطی من میتونم اینجوری کلیگراس کنم و دوپلیکیت رو بزنم ولی برای اینکه شما بهتر یادتون بمونه یک بار دیگه انجام میدم ایف الس میذارمش توی این لوپ فوراور از اپراتورها اینو میذارمش اینجا میگم وضعیت پین شماره 8 رو بخون وضعیت پین شماره 8 رو بخون اگر برابر یک بود پین شماره 6 رو های کن در غیر این صورت پین شماره 6 رو لو کن خاموشش کن درست شد پس کدوم رو آپلود کنیم کد آپلود شد این برای الیدیمونه این برای آرمیچرون میبینید الان ما با این دکمه میتونیم آرمیچرمون رو کنترل کنیم یعنی داریم با پین سیگنال یک پیغام میفرستیم برای آردوینو به صورت صفر و یک میگیم یک موقعی که این وصل میشه میشه یک حالا آردوینو وقتی که این پیغام رو دریافت میکنه به پایه شماره 6 5 ولت میده به پایه شماره 6 5 ولت میده که این روشن میشه برای LED هم به همین صورت میبینید دقیقا اینجا هم اگر من نقش مقامت رو بخوام بهتون نشون بدم این جی رو وصلش میکنم و میبینید خودش داره کار میکنه اصلا با یه سرعت کمی وقتی که اینو فشار میدم سرعتش بیشتر میشه میبینید این باید حتما پوش با یک مقامت به زمین وصل بشه تا آردوینو بتونه پنج ولت ورودیش رو به درستی تشخیص بده حالا خیلی از این سنسورها و کلیت هایی که ما توی وسایل برقی مختلف میبینیم در واقع با دیجیتال برنامه نویسی شدن مثلا ما اینجا یک سنسوری داریم به اسم سنسور تاچ یا سنسور لمسی یعنی فقط ما اینجوری دستمون رو که میذاریم روی این سنسور پیغام دیجیتال برای آردوینو صادر میشه مثل خیلی از موبایل ها و اینا که دیدید به صورت تاش دارن کار میکنن اینجا یه سنسور خیلی ساده تاش داریم پس میتونم اینجا از سیگنالش بزنم به آردوینو مثلا ببینید الان از سیگنالش میزنم به آردوینو میگم مثلا پایه شماره آسه 3 هیچ فرقی نمیکنه که به کدومشون بزنیم چون همشون میتونن ورودی و خروجی دیجیتال باشن حالا اینجا از مثبتش میزنیم به از وی مثبت میزنم به مثبت 5 ولت بعد منفی نیاز داره منم منفیشو اینجوری میزنم الان من سیگنال رو زدم به آ مثلا 4 فرق نمیکنه به آ 4 زدم حالا موقعی که از a 4 یه سیگنال دریافت کرد مثلا چه کاری انجام بده بیاد و از A5 بگیریم از خروجی بگیریم بزنیمش به این سبز میخوام وقتی که این رو تاچ لمس کردیم خب LED سبز و قرمز با هم روشن شن LED سبز و قرمز با هم روشن میشن پس بریم سراغ پیکتو بلاکس. اینجا از روی این یک بار دیگه کپی میگیرم میگم پایه شماره آچهار رو بخون پایه شماره چه ها؟ اگر یک بود پین شماره الیدی قرمز اون رو زدیم به چند الیدی قرمز رو من نگاه کنم اینجوری زدیمش به هفت پس میگم پین شماره هفت رو های کن آ پنج رو هم که زدیم به پین الیدی سبز رنگ پس یک بلوک دیگه میگم آ پنج اینم های کنه دو تا های حالا دو تا هم لو میخواد دیگه دقیقا یعنی انگار سنسور اون رو گذاشتیم برای دو تا چیز آپلود کد رو میزنن الیدی قرمز و سبز با هم الیدی سبز آرمیچر دو تایی با هم الیدی قرمز و سبز حتی میتونیم توی کد نویسیمون یه کاری کنیم که آرمیچر هم با این تاچ روشن شه پس توی پیکتو بلوکس یه دستور دیگه هم بهش اضافه میکنیم میگیم پایه شماره 6 ببین پایه شماره 6 رو های کنه پایه شماره 6 رو لو کنه حالا یه بار دیگه آپلود کد الان اینه که بزنم به صورت سنسور تاچ خب هم آرمیچر روشن میشه همین دوتا ببینید و اینجوری کامل ما تونستیم ورودی های دیجیتال آردوینو رو سیم کشی کنیم و کود هاش رو بنویسیم برای کد نویسیش هم از بلوک های شرط استفاده کردیم هم if و هم if else if else کامل تر بود میتونست حالت غیرش رو هم کد نویسی کنه الان ما اینجا گفتیم اگر یک رو دریافت کردی مثلا این آرومی به چرخه در غیر این صورت نچرخه اینجا اگر یک رو دریافت کرد این LED روشنشه در غیرین صورت خاموش بشه و اینم که برای تاشون بود حالا خیلی مدارهای جالبی رو میشه به صورت دیجیتال ورودی و خروجی دیجیتال انجام داد که توی جلسه آینده چند تا مدار جالب رو انجام میدیم و کلا توی دنیای الکترونیک و بورد های آردوینو دنیای کلیهای دیج... کلیدهای دیجیتال نقش خیلی زیادی دارن که توی جلسات پیشرفتمون هم کار جالبی رو میتونیم با این ورودی های دیجیتال انجام بدیم نکته مهم این جلسهمون این بود که ما ورودی دیجیتال آردوینمون به صورت 5 ولت و به صورت 0 و 1 ما این 5 ولت رو به آردوینو میدیم موقعی که این توی برنامه نویسیش اینو که رو فشار میدم انگار دارم به آردوینو میگم 5 ولت و توی برنامه نویسیش میگم یک دقت کردید پس خودتون حتما با تیم کرکت مداره مختلف رو امتحان کنید و سعی کنید با خلاقیت خودتون پروژه های جالب دیجیتال رو انجام بدید تا جلسه دیگه که میخوایم چند تا مدار ورود و خروجی دیجیتال رو با هم انجام بدیم خیلی ممنون از توجهتون تا جلسه دیگه خداحافظ